به نام خدا، امروز در خدمت همکاران خوبم در منطقه سعدآباد بوشهر هستیم با یک کارگاه مجازی در رابطه با نقش سنجش عملکردی در پیشرفت دانش آموزان، و در این جلسه سرگروه ها و مدیران و دبیران متوسطه اول و دوم حضور دارند. انشاءالله که بتونیم به نحو احسن در خدمت عزیزان باشیم. تشکر می کنم از همکاران خوبم در آموزش و پرورش منطقه سعدآباد، همچنین راهبر سنجش منطقه خانم طیبه آیین افروز که بی نهایت فعال هستند در زمینه سنجش، و همچنین تشکر می کنم از پژوهش سرای ابوریحان بیرونی و در منطقه سعدآباد، و همچنین خانم مهندس ناصری خا که در تمامی کارگاه ها و وبینارهای سنجش نقش بسزایی دارند و همگی من رو شرمنده خودشون کردند. دوستان اگر صدا و تصویر خوبه براتون، لطفاً عدد یک رو تایپ کنید تا ما متوجه بشیم چه خبره. بله، بسیار عالی. ظاهراً همه تصویر و صدا رو خوب دارن. وقت شما به خیر باشه. بله بله، خانم هاتفیان از رابر سنجش بندریریک هستن که بینمون هستن، ایشون از فعالان هستن، و خانم مهندس ناصری خواه هم همراهی دارن میکنن. خیلی عالی، خیلی خوب. خانم آیین افروز، صدای منو دارید؟ خب احتمالا شاید نت خانم آیین افروز ضعیف باشه و یا الان براش امکان نداشته باشه صحبت کنه. خانم مهندس ناصری خا، در خدمتتون هستیم. زنده باشید. تشکر میکنم خانم مهندس ناصری خا، از همراهیتون سپاسگزارم. خب ببینید دوستان، ما موضوع سنجش رو داریم امروز و دوست داریم انشالله این جلسه کارگاهی برگزار بشه و دوستان عزیز در سعدآباد همراهی داشته باشم. من پابلیک چت ها رو نگاه میکنم، اگر نظرتونم بخواید بفرمایید دست بگیرید بالا و میکروفون برای شما فعال میشه. هر کی که دوست داره نظرش رو بگه و حالا تجارب زیستش رو در مورد سنجش و یا تجارب همکارانمون رو در این جلسه انشالله شیر میکنیم، به اشتراک میذاریم تا بتونیم از جلسه‌مون استفاده لازم رو ببریم. خب دوستان، من دوست داشتم که با 4 تا کلید واژه در سنجش امروز شروع کنم جلسه‌مون رو. ببینید، یه وقت ما میگیم اندازه‌گیری، یه وقت میگیم آزمون، یه وقت میگیم سنجش، یه وقت میگیم ارزشیابی. حالا میخوام دوستان من رو همراهی کنن ببینیم این وضعیت این 4 تا کلمه در کلاسای ما به چه صورته. پس ما یه اندازه‌گیری داریم، یه آزمون داریم و یه سنجش و یه ارزشیابی. حالا کدوم یکی از بزرگواران؟ بله، خیلی خوب، تذکر خانم مهندس رو داشته باشیم. دوستان نگاه کنید، هیچ نیازی به نوشتن اطلاعات پرسونلی در اینجا وجود نداره، خانم مهندس همراهمونه، لینک رو میذارن انشالله به موقع و ما میتونیم تو اون لینک مشخصات رو وارد کنیم. خب ببینید، جریان این 4 تا واژه داستانش در کلاسای ما به چه صورته. اولین کلمه ای که میخوایم راجع به صحبت کنیم اندازه‌گیریه. آیا دوستان کسی میخواد راجع به کلمه اندازه‌گیری صحبتی داشته باشه؟
که اندازه گیری چیه؟ خیلی خوب، ببینید وقتی که ما طی فرایندی میایم مشخص میکنیم که شخص یا یک شی چه میزانی از یک صفت رو داراست، بنابراین فرایندی که به ما مشخص میکنیم یک شخص یا یک شی چه میزانی از یک ویژگی رو در بر داره. بنابراین اندازه‌گیری یک فرایندیه. حالا ما معمولاً میگیم که شیوه نسبت دادن یک عدد به یک صفت رو اندازه‌گیری میگیم. پس شیوه یا فرایندی که ما یک عدد رو به یک صفت نسبت میدیم. مثلا میگم حالا در رابطه با چیزهای مختلف میتونیم مثالی که برای اندازه گیری میتونیم ارائه بدیم، تمام چکلیست هایی که ما داریم مثلا میگم با بله و خیر هستن، و یا میتونیم بگیم این مقیاس های درجه بندی، همه اینها فرایند هایی هستن که ما مشخص میکنیم یک شی چه مقدار از اون ویژگی رو داراست. ببینید لیکر دانشمندی بود که اومد مقیاس های اندازه گیری رو مثلا به 5 درجه تقسیم بندی کرد. البته حالا استانداردش 5 تاست که دکتر سیف اینو قبول داره، و ولی ما میبینیم بعضی وقتا بیشتر هم تقسیم بندی میشه، مثلا خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، حالا مثلا عالی، بسیار عالی. این مقیاس های درجه بندی مال لیکرت، دانشمندی به نام لیکرت، که برای ما مشخص میکنه که مثلا اگر دقت کرده باشیم وقتی میریم مثلا میوه رو چیز کنیم، انتخاب کنیم و بخریم، این درجه بندیه، میگن ضعیف، متوسط و خیلی خوب. ببینید اینا دارن چه کار میکنن؟ این اندازه گیری، با این اندازه گیری ما میایم مشخص میکنیم که اون میوه تا چه میزان از کیفیت برخورداره. خب این معنای اندازه‌گیری بود، و اندازه‌گیری چون یه فراینده، یه فعالیت، نیاز به یه ابزار داره. من برای این که برسم به این که مثلا میگم حالا این حالا کتاب من طولش چقدره یا عرضش چقدره، ببینید نیاز دارم از یه وسیله کمک بگیرم، که اینجا دیگه بهش میگیم آزمودن. پس تعریفی که دکتر سیف برای آزمودن آورده اینه که وسیله‌ای که برای اندازه‌گیری استفاده میشه ما اونو میگیم آزمودن، وسیله‌ای که برای اندازه‌گیری استفاده میشه. یعنی چی؟ یعنی تمام امتحاناتی که ما داریم میگیریم، در این امتحانات میخوایم یه بخش، یه نمونه از رفتار دانش آموز رو مثلا ارزیابی کنیم، میخوایم یه عدد بهش بدیم. حالا توسط چی؟ توسط اون برگه سوالی که ما طراحی کردیم. پس ببینید دوستان، این برگه هایی که طراحی میشه و ما در اختیار دانش آموز قرار میدیم، اینا ابزارها و وسیله هایی هستن که ما توسط اینها عددی رو به دانش آموز نسبت میدیم. مثلا میگیم در فلان درس شما 17 گرفتی، 14 گرفتی، 2 گرفتی، 1 گرفتی و الی آخر.
حالا یعنی این آزمون داره وسیله و یا روشیه که یک بخش از رفتار رو میسنجه. حالا میریم سراغ سنجش. اگر دقت داشته باشید، تعریفی که برای سنجش ارائه میشه اینه که یک تحلیل جامع و چند وجهی از عملکرد رو سنجش میگن. یک تحلیل جامع و چند وجهی از عملکرد. ببینید، وقتی ما میخوایم عملکرد فرد رو داشته باشیم، اینجا دیگه نیازه که ما تحلیل بالینی رو انجام بدیم. پس دیگه با اون اندازه گیری و آزمون نمیشه کار سنجش رو انجام داد و پیچیده تر از آزمون و اندازه گیریه. بنابراین در سنجش باید از فنون مختلف استفاده کنیم تا اون، یعنی اینجوری بهتون بگم که در سنجش ما میایم دانش، مهارت و توانایی های دانش آموز رو ارزیابی میکنیم. ما میایم اینها رو مورد بررسی قرار میدیم، هم دانشش، هم توانایی ها و هم مهارتش. حالا وقتی که میریم جلوتر میرسیم به واژه ارزشیابی. ارزشیابی همینطور که از کلمش میاد به معنای تعیین ارزش و داوری هست. به چه معنی؟ ببینید، نتیجه‌ای که از ارزشیابی، دل ارزشیابی میاد بیرون، برای تحلیل و تفسیر اطلاعات خوبه. نگاه، نتیجه‌ای که از دل سنجش میاد بیرون، این نتیجه برای تصمیم گیری های آموزشی خوبه، برای برنامه های درسی خوبه. ولی نتیجه‌ای که از دل ارزشیابی میاد بیرون، برای تحلیل و تفسیر اطلاعاته. به چه معنی؟ این تحلیل و تفسیر اطلاعات چی؟ یعنی در ارزشیابی ما داوری میکنیم آیا به هدفهای مورد نظرمون رسیدیم یا نه؟ اگر رسیدیم با چه کیفیتی؟ ببینید دوستان، من یه مکس میکنم، این چهارتا رو با خودمون یه مروری داشته باشیم، ببینیم چی شد. ما برای این که الان جلسه سنجشه و یه رویکرد جدید دنیا به سنجش داره، اونم رویکرد سنجش عملکردیه، ما برای این که وارد سنجش عملکردی بشیم باید بفهمیم الان ما کجای کاریم. الان کاری که ما تو کلاس ها انجام میدیم بهش چی میگن؟ بهش میگن آزمون. بله، معنی واقعی خودشم داره. ما داریم آزمون میکنیم. یعنی چی؟ یعنی با برگه، به وسیله ابزاری به نام برگه های امتحانی، داریم یک عدد به رفتار دانش آموز نسبت میدیم. رفتار، حالا منظور مثلا میگم، شما تصور کنید بُعد دانش بچه. چرا؟ چون ما هیچ زمانی نمیتونیم با این برگه هایی که میدیم به دانش آموز، مهارت و توانایی های دانش آموز، خلاقیت های دانش آموز رو پی ببریم. میشه در مواردی که امتحانات کتبی باشه و حالا اونم خیلی شرایط داره، ولی در واقع ما داریم الان آزمون، کار آزمون رو انجام میدیم، کار سنجش رو انجام نمیدیم. چرا؟ چون گفتیم سنجش برمیگرده به یه تحلیل جامع و چند وجهی که از عملکرد دانش آموز ما داشته باشیم.
که بتونیم مهارت‌ها، دانش، مهارت و توانایی بچه رو اندازه‌گیری کنیم و بتونیم یه تصمیم در رابطه با برنامه درسی، یعنی تصمیماتی که ببخشید نتایج سنجش میتونه به درد تصمیم گیری های برنامه درسی بخوره و همچنین میتونه تو سیاست های آموزشی تأثیر داشته باشه. اگر یه پله بریم بالاتر، این ارزشیابیه که قضاوت ارزشی و داوریه که من معلم انجام میدم که به چه میزان هدفهایی که داشتم دنبال میکردم بهش رسیدم، به چه میزان و با چه کیفیت. خیلی خوب، این تا این و تا اینجا. و حالا در طی برنامه ما صحبت میکنیم از سنجش سنتی. سنجش سنتی همون سنجش های مداد کاغذی هست که الان رایجه و همه امتحانات ما اکثرش به شکل مداد کاغذی برگزار میشه و سنجش، یه واژه دیگه ما به کار میگیریم به نام سنجش عمل کردی که تلاش داره روی کردش اینه که ما پی ببریم به توانایی های دانش آموز، سطوح بالای شناختی و یادگیری دانش آموز، مهارت هایی که بچه کسب میکنه و الی آخر. ببینید کلن آزمون ها دو دسته میشن. این آزمون هایی که ما داریم انجام میدیم نمیتونیم بگیم سنجش ها دو دسته. آزمون هایی که ما داریم انجام میدیم یعنی همون ابزار هایی که باهاش یه عدد به دانش دانش آموز نسبت میدیم تقسیم بندی میشن به آزمون های، یعنی کلن آزمون های کتبی یا مداد کاغذی دو نوع هستن. پاسخ، یعنی بسته پاسخ بگیم، اینجوری بسته پاسخ بگیم یا عینی بگیم و باز پاسخ و یا غیر عینی. ببینید یه واژه خیلی قشنگتری دکتر سیف براش به کار برده، میگه آزمون های پاسخ گزین و آزمون های پاسخ ساز. ببینید ما کل کارگامون انشاءالله اینه که اساتید محترم روش آموزشیشون، حالا اینم بگیم روش آموزش باید به این منوال عمل کردی باشه تا بعد بتونیم سنجش عمل کردی داشته باشیم. یعنی میخواییم بگیم آموزش و سنجش توأم با هم هستن. یعنی اینجوری نیست که من بیام با شیوه سنتی آموزش بدم و بعد دنبال سنجش عمل کردی باشم و یا بالعکس عمل کردی بیام آموزش بدم تو کلاس و سنجشم سنتی باشه. بنابراین آموزش و سنجش با هم هستن، آمیخته با هم هستن. حالا این ما دوتا واژه‌ای که به کار بردیم، یکی پاسخ ساز هست و دیگری پاسخ گزین هست. ببینید دکتر سیف تو این زمینه داره میگه اون آزمون هایی که بله و خیر، حالا صحیح و غلط، چند گزینه ای و یا جور کردنی که با یه خط به هم وصل میکنن، اینا عینی بهش میگن. چرا عینی؟ یعنی دانش آموز جواب جلو چششه فقط تیک میزنه، انتخاب میکنه بله خیر، یا گزینه الف به جیم دال، یکیش از این چهار گزینه میتونه جواب سوالش باشه، پس جواب جلوشه. این آزمون ها حیطه پایین دانش رو، سطوح شناختی رو در بر میگیرن و وقتی امتحان ما بیایم خودمون یه تحلیلی داشته باشیم. ببینید الان هممون داریم امتحانات
ترم اول رو میگیریم. چقدر خوبه ما بیایم یه برگه امتحانی خودمون رو بذاریم جلومون، همه ما با نمرات خوبی کتاب سنجش و ارزشیابی دکتر سیف رو و یا حالا نویسندگان دیگه پاس کردیم، ولی جهت استحصار حضار الان دکتر سیف کتاب سنجشش تغییر داده، سنجش فرایند و فراورده یادگیری. ببینید فرایند و فراورده های یادگیری، اینم معنا میکنیم انشالله. یعنی تلاش بر اینه که ما یه برگه امتحانیمون بذاریم جلوه خودمون، ببینیم سوال اول چه حیطه شناختی رو اندازه گیری میکنه. مثلا نام ببرید این دانشه، یا مثلا میگم توضیح دهید. حالا تمام این افعال در کتاب دکتر سیف اومده، یعنی با کمک این افعال ما به دانش آموز میگیم که فقط حفظیاتت رو برای ما رو ورق بیا، نام ببر و یا دلیل تو توضیح بده، بفهمیم که اون این مطلب رو فهمیده. ببینید دوستان، میدونه چجوریه ماهیت سوالات آزمون‌های سنتی؟ اینه که به ما اجازه نمیده برسیم به مهارت‌ها و توانایی‌های دانش آموز. لاجرم ما مجبوریم با این آزمون‌ها خیلی خیلی بریم، مثلا میگم حالا سوالاتی که روش کار شده خیلی وقت گذاشتیم در کفن، ولی به کار بستن هم خیلی سخت میتونیم سوال مطرح کنیم در روش تدریس سنتی و این آزمون هایی که ماها میگیریم به شیوه مداد کاغذی. ولی که چنانچه آزمون های ما آموزش ما عمل کردی باشه، ما میتونیم با طراحی یه تکلیف خیلی قشنگ مهارت دانش آموز، توانایی و خلاقیت و سطوح بالای دانش آموز رو اندازه گیری کنیم. خیلی خوب، بنابراین حالا هدف اینه که از سوالات پاسخ گزین کمتر کنیم و به سوالات پاسخ ساز اضافه کنیم. یعنی اینکه تمام امتحاناتی که تشریحی هستن، حالت انشایی هستن که شامل کوتاه پاسخ هم میشه و حالا ما کامل کردنم جزء همین غیر عینی ها، چون همین که بچه میخواد کامل کنه و مواجه با جا خالی میشه دیگه جواب جلوهش نیست و بهش میگن غیر عینی یا پاسخ ساز. بنابراین امتحانات تشریحی یا انشائی که اینم شامل گسترده پاسخ و محدود پاسخ میشه و امتحانات کامل کردنی و همچنین کوتاه پاسخ. ببینید هدف اینه که از پاسخ گزین ها کم کنیم و پاسخ ساز رو انشالله اضافه کنیم. خب ببینید ما در اینجا با واژه های آشنا میشیم به نام سنجش برای یادگیری، سنجش به عنوان یادگیری و سنجش از یادگیری. وقتی که ما میگیم سنجش برای یادگیری، ببینیم با سنجش به عنوان یادگیری این چه تفاوتی میکنه. وقتی میگیم سنجش برای یادگیری، اشاره داریم به سنجش آغازین. یعنی من معلم برای که برسم به اون هدفی که این موضوع درسی داره باید چه کار کنم؟ باید از دانش آموز، اگر این موضوع برمیگرده به سالهای قبلش، باید سوالاتی داشته باشم ببینم آیا دانش آموز من با پیشینه خوبی، با زمینه خوبی وارد این محتوا و موضوع شده و یا نه به خاطری که سالهای قبل مشکل داشته
باعث شده که یعنی باعث میشه که اگر من حتی شروع کنم ایشون استفاده کافی رو از کلاس و اون موضوع نبره. بنابراین همین سنجشی که همین سوالات آغازینی که ما از دانش آموز انجام میدیم بهش میگن سنجش برای یادگیری، که به ما کمک میکنه که متوجه بشیم دانش آموزان چه چیزی رو میدونن و حالا این بعد دانشیش و چه کاری میتونن انجام بدن. اگر در رابطه با عمل کردی بخوایم صحبت کنیم، چه کاری میتونن انجام بدن که ما بخوایم در رابطه با این محتوا ادامهش رو بدیم. خب حالا سنجش به عنوان یادگیری، ببینیم این کلید واژه یعنی چی. سنجش به عنوان یادگیری، یه وقت ما سنجش آغازینمون رو انجام دادیم که و عبور کردیم از این مرحله، حالا اون هدف کلی ما که حالا نویسندگان یا مؤلفین کتاب برای این محتوا در نظر گرفتن، یه وقت میشه حتی دوستان ما اهدافی که در نظر میگیریم میتونه خیلی بالاتر و بهتر از اهدافی باشه که مؤلفین برای ما در نظر گرفتن. شما قالب و چارچوب کتاب رو انشاءالله داشته باشید، با مطالعه اهداف کلی و جزئی از کتاب راهنمای معلم که در دفتر سایت دفتر تألیف گذاشته برای همه ماها، میتونیم متوجه بشیم که حتی ما با نوآوری و خلاقیت و تجربیات خودمون در سالهای تدریسمون میتونیم بگیم بله، میشه از این درس و این محتوا این هدفم دنبال کرد که حالا ممکنه تر به ذهنش نیمده باشه ولی روهم رفته. برای رسیدن به این هدف کلی ما باید اهداف جزئی داشته باشیم، یعنی این که من یه دفعه نمیتونم بچه رو از گام اول تدریس مثلا میگم ببرم آخر و نتیجه رو بگیرم. بنابراین برای رسیدن به اون نتیجه‌ای که باید بگیرم باید چیکار کنم؟ اهداف کلیمو به اهداف جزئی تقسیم بندی کنم و گام به گام با همین سوالاتی که از دانش آموز میکنم، با همین سنجشی که از دانش آموز میکنم منو هدایت میکنه که این الان مثلا دانش آموز این گام رو، این هدف جزئی رو بهش رسید، مهیاه برای هدف جزئی بعد، مهیاه برای هدف جزئی بعد و الی آخر. بنابراین این سنجش ها بهش سنجش تکوینی هم گفته میشه، تکوینی یا همون مرحله‌ای هم گفته میشه. یعنی ما اون سنجش هایی که ابتدای کلاسمون انجام میدیم برای که بفهمیم دانش آموز راجع به این مطلب چی میدونه و چی نمیدونه و در تصمیم گیری ما مؤثره، کمک به من میده که چه کار کنم، آیا یه وقتی بذارم برگردم قبل با یه مثال دو مثال و حالا بخشی از وقتم یا نه، بچه ها همشون مطلب قبلی رو یاد گرفتن، من بیام ادامه بدم. خب این میشد سنجش برای یادگیری و اون سنجشی که در بعد از هر هدف جزئی انجام میشه سنجش تکوینی گفته میشه. یه سنجش دیگه داریم، سنجش از یادگیری، به این معنی که این سنجش معمول برمیگرده حالا سنجش از یادگیری به
من اسلاید رو اسلاید نمیگم خانم ناصری خان، اسلاید ثابته، خواهش میکنم باشید. حالا دوستان یکی هم سوال کرده، گفته چرا اسمم نمیاد بالا، از ساعت 3 تا حالا نشستم، یک دیگه خانم مهندس جواب بدن بهتره. خانم مهندس چون آها بسیار عالی، بله، تشکر میکنم از راهنمایی خانم مهندس ناصری خان. ببینید دوستان، تا اینجا ما داشتیم سنجش از یادگیری می گفتیم که سنجش از یادگیری به این معنایه که ما دستیابی به یه نتیجه رو به ما میده، یعنی وقتی که ما اون نتیجه پایانی رو بیرون میاریم، در واقع اصطلاح سنجش از یادگیری رو داریم. خب این عناوینی بود که خیلی ما لازم داشتیم که در طول کارگاه ازش استفاده کنیم. خیلی خوب. و اما دوستان تا اینجای بس کسی، بله یه دست میبینم بالا هست. من میکروفونتون رو فعال کردم، این دوستمون با عنوان سلام اومدن، بفرمایید. خب کسی از دوستان سوالی نداره، من میکروفون خانمی که با نام سلام اومدن روشن کردم. آها خیلی خوب. دوستان من تا اینجا هیچ که سوالی نداره، اگر حاضرین در جلسه صحبتی دارن لطفا دست بگیرن بالا تا بررسی بیشتر روی اون موضوع انجام بشه. خیلی بنابراین ما در اینجا اصطلاحات مهم رو بررسی کردیم، و اما دقت داشته باشید دوستان، من میخوام توجه شما رو الان به این اسلاید جلب کنم که چرا سنجش عمل کرد؟ نگاه کنید چرا سنجش عمل کرد؟ اگر که دوستان یه مطالعه ببینید، وقتی ما میریم کلاس بیشتر دغدغه موضوعات و حالا دانش خودمون در اون رشته رو داریم، یه خورده اگر که وقت بذاریم رو نظریه های یادگیری جدید، این میتونه باور کنید در پیشبرد اهدافمون به ما خیلی کمک کنه. شما اینجا میبینید در این اسلاید به نظریه های یادگیری شناختی و سازندگرایی اشاره کرده. ببینید دوستان، ما سه تا نظریه تا الان در یادگیری داریم. همون نظریه رفتارگرایان رو داریم که اینا معتقد بیشتر به این بودن که برای این که ما متوجه بشیم بچه ها درس رو یاد گرفتن، میتونیم
به رفتار دانش آموز توجه کنیم. اگر که مثلا میگم حالا سری تکون میده با ایما اشاره، مثلا بعضی وقتا دیدیم بچه ها حتی با یه دست که اشاره میکنن وسط تمرین، ما متوجه میشیم دوباره برگردیم، یعنی اینجا رو دوباره بگو اشکال دارن. خب و مبناشون بر رفتاره که یعنی یه حرکتی دانش آموز از خودش نشون بده که ما متوجه بشیم که این مطلب رو گرفته. این رفتارگرایان هستن و خب شروع نظریه های شناختی یادگیری با اینا شروع شد. البته الانم نه ای که کلن اینا مطالبی که گفتن رفته کنار، نه خیلی هم در بیشتر مواقع ما داریم الان از نظریه رفتارگرایان استفاده میکنیم، ولی بعد از این رفتارگرایان نظریه یادگیری شناختگرایان اومد. شناختگرایان اومدن یعنی بُعد شناختی یادگیری رو بررسی کردن به این منوال که حالا اگر دانش آموز مثلا میگم این آزمایش داره انجام میده، مثلا در پشت این فعالیت ها و رفتارهایی که دانش آموز انجام میده چه فعل و انفعالات مغزی شناختی داره انجام میشه. ببینید بنابراین اصولی رو گذاشتن که خیلی هم جالبه و مطالب خیلی نوعی نسبت به رفتارگرایان داشتن. حالا ما به ریز و اصول و نظریه های اینا کاری نداریم فعلا، ولی طیفی که الان دوستان حرف برو گفتن تو امر یاددهی و یادگیری داره، این سازندگراها هستن. یعنی الان اون رفتارگراها ها خیلی عالی نظریه هاشون و شناختگراها ها هم به همین صورت، ما الان نظریه یادگیری سازندگراها ها رو که اگر مورد بررسی قرار بدیم، این همون تو دلش سنجش عمل کردی رو داره دنبال میکنه. یعنی میگه که شما باید به گونه یک مطلب رو آموزش بدید این که دانش آموز به تولید برسه، به کاربرد برسه. یعنی ببینید دوستان، مثلا میگم اگر یه سوال ساده من الان تو کلاسم مطرح کنم، حتی در حد دبیرستان، بگم یه نقطه روی ورق بذارید، اینو او اسمش بذارید، او انگلیسی. خب بعد بهشون بگم تمام نقاطی که تا او 2 سانتی متر روی این صفحه بروی من پیدا کن. به نظر شما اینا مثلا میگم جوابشون چیه؟ اونایش که خیلی حالا جلو باشن میان خطکش در میارن و صفر خطکش رو میذارن روی او و یه نقطه به فاصله 2 سانتی متر مشخص میکنه. من میگم چند تا، خب یه نقطه که به من نشون میده درسته، نقطه آ تا او 2 سانتی متره. میگه این نقطه آ تا او 2 سانتی متر. میگم خب نقطه دیگه میتونه پیدا کنی؟ خیلی حالا مثلا میگم چیز میکنه، میگه که بله حالا خطکش رو جور دیگه، مثلا میگم یه خورده تکون میده، میگه بله خانم یه نقطه دیگه تا او 2 سانتی متر هست و اونم بیه. میگم دیگه نمیتونی پیدا کنی؟ میگه بله خیلی هست، هی برام پیدا میکنه A B C D اینا، ولی ذهنش نمیره به این که این تمام این نقاط دوستان روی یک دایره قرار میگیرن. در واقع سوال من از این که تمام نقاطی که تا او 2 سانتی متره، ایشون میتونست
بگه من پرگار رو کمک میگیرم و دهانه پرگار رو به اندازه 2 سانتی متر وا میکنم، میذارم روی او، نوک سوزنی پرگار، و با نوک مدادیش یه دایره میکشم. تمام نقاطی که روی این صفحه به فاصله 2 سانتی متر پیدا میشه، یعنی اون که میگیم مان هندسیه، قاطی تا به مغزش خطور کنه، بدون این میام رو تابلو می نویسم تعریف دایره. دایره مکان هندسی تمام نقاطی است از صفحه که فاصله اش تا نقطه ثابتی به نام مرکز اندازه ثابتی داشته باشه به نام شام. خدایی تا اون سوال رو که گام به گام بچه خودش به این تعریف برسه اگر مطرح نکنم، شما به من بگید واقعا جایگاه این آموزش چیه؟ جایگاه اون آموزش هم کجاست؟ یعنی بچه خودش، یعنی این تعریف خفن دایره مکان هندسیه اصلا خود بچه به زحمت حفظ میکنه، اصلا برای سوال مکان هندسی یعنی چی؟ بنابراین سعی کنیم این سنجش عمل کردی در تمام حوزه ها دوستان کاربرد داره و میشه سوالاتی مطرح کرد، ولی نیاز به یه خورده وقت داره، نیاز به یه خورده این که مثلا من وقت بذارم و تکالیف عمل کردی سبک و منتج به نتیجه رو برای بچه بیرون بیارم. ببینید بعد میگیم چه ساخت بچه مثلا؟ خب همین که دایره رو زد ای به تولید رسیده با یه تکلیف ابزار محور که از پرگارش هم کمک گرفته، از خطکش هم کمک گرفته و الی آخر. ببینید سازندگراها حرفشون اینه. حالا اگر میونه رفتارگراها، شناختگراها، ببینید اگر من تعریف دایره رو رو تابلو بنویسم بگم برید حفظ کنید، بچه هم یه سری تکون بده بره حفظ کنه بیاد، این میشه رفتارگرایی. زمانی که حالا شناختگرایی به چه صورته؟ وقتی که مثلا دانش آموز میاد با خطکش نقطه آ رو پیدا میکنه، بی رو پیدا میکنه، سی رو پیدا میکنه، ای داره از مغزش کمک میگیره، از فکرش کمک میگیره و داره کاربرد از پرگارش داره استفاده میکنه، خطکشش داره کمک میگیره. حالا کی سازنده نظریه های سازنده گرایی میاد وسط؟ وقتی که دانش آموز با تجزیه و تحلیل خودش بگه که بی نهایت نقطه من پیدا کردم و این نقاط روی دایره هستند و جواب سوال شما که تمام نقاطی که روی این تا او روی این صفحه تا او به فاصله 2 سانتی متر، دانش آموز بگه دایره به مرکز او و شعاع 2 سانتی متر. بنابراین به این صورت وقتی که ما بحث سنجش عملکرد مطرح میکنیم، واقعا مهارت های سطح بالاست. اگر شما تعریف دایره رو همین جور که گفتم رو تابلو بنویسید و بچه بره حفظ کنه، فقط دانشه،
میاد دفعه دیگه میاد، تو امتحانم بنویسی دایره را تعریف کن مثلا، میگم اونم برات همونی که تو کتاب بوده یا خود شما گفتی انباری از محفوظات برات مینویسه و بعد شما ماها هم یه نمره هرچی براش گذاشتیم، حالا بنا به چقدر اون تعریف بارونبندیه قسمت کنیم و تیکه کنیم بهش تعلق میگیره. حالا انتقادهای وارد بر سنجش سنتی و ناکارآمدی آزمونهای پیشرفت تحصیلی. ببینید دوستان، خودمون دیگه با خودمون هستیم، واقعا واقعا همه هممون بچه های تو خونه داریم که درگیر محکوم به آموزش های سنتی ما هستن، با کلی استراب استرس برای امتحانات ترمشون، امتحانات پایانی، بعد کنکور. بعد ببینید به خاطری که واقعا الان دیگه سنجش سنتی زیر سواله، چون فقط و فقط بچه دلهوره داره که حس حفظ کردن، غیر از این نیست. این آزمون های پیشرفت تحصیلی که ما میگیریم به چه کار بچه میاد و چه گرهی از مشکلات زندگی واقعیش حل میکنه؟ ببینید اینجا بازم کید میکنه این آزمون های چهار گزینه ای، صحیح و غلط، بله و خیر، جور بده اینا فقط ببینید اصلا نه قابلیت حل حل مسئله توش میتونیم قضاوت کنیم. یعنی بچه شما یه سوال مسئله شما میخواید بگید، اون سوالو بکنید مسئله و پی به ای ببرید که بچه مهارت حل مسئله رو داره. یعنی اینجوریه. خب هر سوال برای بچه یک مسئله است، مسئله که فقط تو کتاب ریاضی فیزیک و اینا نوشته نشده. حتی یه سوال جغرافیا این مسئله است برای دانش آموز. خب حالا آیا با این سوالات که اسمشون گذاشتیم سوالات پاسخ گزین، ما میتونیم خلاقیت دانش آموز رو اندازه گیری کنیم؟ اون انتخاب کرده فقط. سنجش عمل کرد شامل این چیزا میشه. ببینید شامل مقاله ها، انصافاً انصافاً همین الان بگن راجع به یه موضوع از رشتمون یه مقاله علمی بنویسیم. ببینید بازم میگم ها، خودمون با خودمون هستیم. جریان رتبه بندی معلم ها بود، ما باید میگفتیم، حالا وارد جزئیات اون نشیم که حالا دوستان بس کشیده بشه یه طرف دیگه، ما میتونستیم بگیم به حقوقمون اضاف کنید، وگرنه کلمه استفاده از کلمه رتبه بندی در کلن دانشگاه ها اگر ارزیابی کنیم، اینا اصلا در دنیا رتبه بندی جایگاه خودش داره و برای طی کردن مدارج پله به پله بالا در مثلا میگم، حالا اگر شما بینمون اساتید دانشگاه باشن، کلی آیتم داره. حالا ما میخوایم اینو بگیم، میخوایم یه مقاله علمی بنویسیم، چه کاری باید انجام بدیم؟ اولیش چیه؟ اولیش مگر این نیست که من یه مشکل رو انتخاب کنم و فکر کنم چجوری میخوام اون مشکل رو حل کنم. وقتی موضوع مشکلم مشخص شد، با علاقه مندی پا گذاشتم تو این جریان،
حالا باید دنبال روش آماریش باشم. با چه روش آماری میتونم من نتایج رو استخراج کنم؟ بعد میرسم به ای که پرسشنامه داشته باشم، مصاحبه داشته باشم و یا دوره‌ای تشکیل بدم به طور دراز مدت چندین هفته، بعد نتایج رو جمع آوری کنم. تازه بعدی که نتایج رو جمع آوری کردم، کارهای آماری رو انجام دادم، باید چیکار کنم؟ تجزیه و تحلیل داشته باشم، یه نتیجه گیری کنم، بگم که من در این مقاله به این نکته رسیدم. حالا ببینید چه پروسه‌ایه، چقدر طول میکشه. و ما من نوعی میگم از اینکه اینقدر از مقاله علمی گریزانم چون روششو نمیدونم. برای نوشتن یک مقاله علمی در حیطه رشته دانشگاهی خودمون باید کلی مطالب پیرامون اون مطلب و کتابهای بروز، منبع بروز مطالعه کنم و اینا رو به هم لینک کنم، مرتبط کنم. خب همچنان که من نگرانم، دلهوره دارم، نمی نویسم، کار نمی کنم، بعدم به دانش آموزانم میگم این بخش از نمره یه کار تحقیقی. کار تحقیقی چیه؟ اون بره کافینت آماده برداره برای من بیاره. دوستان عزیزم، همه اهل تحقیق و پژوهشید. اون افرادی که وقت میذارن تو این بخش، باور کنید، باور کنید، خیلی از بقیه هم رشته هاییشون جلوترن، چون دارن یه کار عمل کردی انجام میدن. نمیرن کافینت بگن یه این موضوع من، یه پرینت بده دستشون، یه پولی هم بدن برگردن. بنابراین اگر ما کلاس رو، یه تایمی از کلاس رو به بحث دانش آموزی بذاریم، اونو با هم تبادل نظر داشته باشن. این بچه ها الان، دوستان ببخشید چون حال من صبح توچی بودم، گفتم بچه ها این کار گروهی، کار تیمی بچه ها فرصت بدیم تا اول مثلا میگم موضوع رو، موضوع یا محتوایی که میخواید آموزش بدید در قالب یه سوال واقعی و چالشی. چالشی منظور اینه که با زندگی واقعی بچه یه خورده ارتباط داشته باشه که او بتونه مغز و شناختش رو درگیر کنه. شروع کنیم بگیم حالا فرصت، یه فرصت هر کی رو این موضوع فکر کنه. بعد گروه ها رو مشخص کنیم. اگر کلاس جا داره، مثلا در این دوران کرونا اگر حضوریه، تیم ها رو میتونیم دوتا ستایی کنیم. اگر که نه، بیشتر از دوتا نه، حتی فضای مجازی هم میشه، تا اون دوتا تعامل داشته باشن، فکرشون رو به اشتراک بذارن. بعد حالا یه تایم فکر همه رو به اشتراک گذاشته بشه. ببینید این خیلی متفاوته با اینکه دانش آموز بره چیزی رو حفظ کنه بیاد. نمایش نامه ها، ایفای نقشه. خیلی خب این رو این صحبت شد. باور کنید دوستان، حالا این اسلایدا که میاد، من تو همه کارگاه ها میگم واقعا دکتر نادعلی، بیشتر شماها به سنجش تلویزیونی لااقل یه بار، دو بار، سه بار دیدید. دکتر نادعلی الان مسئول دبیرخانه سنجش کشور هستن که مستقر در اصفهان با تیم فعالشون. مثلا میگم این اسلاید زحمت ایشون بوده. میخوام اینو بهتون بگم که چقدر وقتی که
سنجش دانش آموز ریشه در فعالیت معتبر و واقعی زندگیش داره و گره ای از زندگیش رو وا میکنه، چقدر براش معنادار میشه، چقدر براش لذت بخش میشه. ببینید چقدر یادگیری تعاملی لذت بخشه. بذاریم حتی اینا با صحبت کردن با هم از فکر هم استفاده کنند و در نهایت ما میخوایم بچه مستقل بشن، چیزی که تو مدرسه به اینا یاد نمیدیم در دروس مختلف و در موضوعهای مختلف. این استقلال فکری رو و شناختی به بچه نمیدیم و بعد یهویی تو جامعه رها میشه و ما این انتظار رو داریم که اون خودش به این استقلال برسه. ببینید ما با سنجش عمل کرد میخوایم بفهمیم که این بچه چه دانشی داره. ببینید خیلی خیلی جالبه و با این دانشش میتونه چه کاری رو انجام بده و اولا چه دانشی داره و باهاش میتونه چه کاری انجام بده. در ادامه حالا شاید کلمه همبرگر رو اینجا شنیدید، یه زنگ تفریح برای دوستان. ببینید مد نظر اینه که یه معلم وقتی که به دانش آموزان میگه طرز تهیه مثلا همبرگر رو بنویسید، همه ممکن از دید معلم دو بگیرن، ولی اگر که مواد برای دانش آموز مهیا کنید ببینید چند تاشون میتونن. خب دانشش رو دارن، همه نوشتن و دو نمره گرفتن یا 1.75 کنه، من حال کار ندارم. اون کسی که دو نمره گرفته میدونه چه موادی لازمه، چه کار کنه، آیا در دنیای واقعی میتونه اون کارها رو انجام بده و یه همبرگر خوب تولید کنه؟ سوال اینه. مفهوم ساده سنجش عمل کرد اینه. ببینید تا زمانی که ما به بچه ها میگیم اینا از ابتدایی اومدن جمع منها ضرب تقسیم اعشاری صحیح فلان یاد گرفتن، حالا صحیح تو هفتم یا تو ششم، حالا در ادامه میخوام اینو بهتون بگم، ولی وقتی یه پولی میدید به دانش آموزتون، به فرزند، میگید که حالا ریاضی هم سال اول گذرونده، دوم گذرونده، سوم همینطور، برو مثلا میگم این پول بگیر فلان چی بخر بیار، بعد وقتی میاد به سوال میکنید اون فقط پول بقیه باقی مانده پول رو که طرف بهش داده کف دستش به شما نشون میده و میگه حالا از اون پول ای به هم دادن و اینقدر پول زیادی یا باقی مانده پولی بود که به هم دادی. اگر بهش بگید که هر کدوم از اینا مثلا حالا برای خودکار بوده، برای هرچی بوده، برای نان بوده، چند شده، شاید نتونه بگه که هر کدوم چقدر شده. یعنی توانایی این که از کل پولش باقی مانده رو کم کنه و بر تعداد اون جنسی که تو دستش تقسیم کنه نداره. الان شما من باب سوال چه اشکال داره؟ هممون بچه های ابتدایی در دسترس داریم، یه پول بهش بدین بگید برو چهار تا مداد بردار بیار، چهار تا پاکون بردار بیار، بعد وقتی آورد باقی مونده یه پول رو که بهتون داد بگید دونه چند شده. اگر اون حالا نوشت افزار بهش نگفته باشه دونه ای قده، واقعا نمیتونه حسابش کنه. یا اینو تحت عنوان یه مسئله بدی. البته خیلی ها میتونن، ولی مد نظرم اینه که دانش آموز اگر این جمع تفریق ساده تقسیم ساده رو یاد گرفته باشه میاد چه کار میکنه؟ میاد از کل پولش باقی مانده کم میکنه، تقسیم بره بگی تعداد اون کالا میکنه اگر یک نوع باشه. ببینید یعنی ما میخوایم اینو بگیم که کتاب دکتر سیف که شد فرایند و فراورده یادگیری، از این فرایند و فراورده ما
متوجه میشیم که خودش کاملا توضیح داده تو این کتاب. میگه آموزش پروسه داره، فرایند داره، مرحله به مرحله است تا شما برسید به اون نتیجه، برسید به اون هدف، هدف با کیفیت. وقتی رسیدید حالا تهش اون نتیجه فراورده است، تولیده، سازندگراییه. بنابراین توجه داشته باشیم. خب این اشاره به همینه. برو چارت این ببینیم، منابع تقریبا میشه گفت 2013-18. سوزان بروکارت خانومیه که الان در سنجش عمل کرد، واقعا حرف برو گفتن داره و خیلی قشنگ داره این سنجش عمل کرد رو جلو میبره. ببینید میگه که سنجش عمل کرد اینه که ما انتظار داریم که دانش آموز فرایندی رو دنبال کنه و یا فراورده خلق کنه. ببینید همیشه هم انتظار فراورده نباید داشته باشیم. همیشه انتظار فراورده نباید داشته باشیم. همین که دانش آموز بتونه فرایند رو طی کنه، این عمل کردیه. رسید به فراورده، بسیار عالی. یا هر دوتاش که ما داریم میگیم. ببینید حالا ما با مشاهده عمل کرده دانش آموز و با توجه به معیارهایی که مشخص کردیم که بهش میگن روبریک یا نمره گذاری، که اگر بچه تا اینجای کار اومد اینقدر بهش بدیم، تا اینجای کار اومد اینقدر بهش بدیم، تا اینجای کار اینقدر اومد این نمره بهش بدیم، با توجه به اون معیارها، یعنی داریم کیفیت عمل کرد رو مورد ارزشیابی، ارزش گذاری میکنیم، داوری میکنیم. ببینید که یعنی به هدف رسیده است و یا نه. مطلب اینجاست. آموزشی که مهارت محوره، شما اگر یه مهارت رو بخواید یاد دانش آموز بدید، مطمئن باشید سنجشش هم مبتنی بر مهارته. و در ادامه ببخشید خانم، حالا فکر کنم آیین افروز خدا ندونم اینجا میکروفون خانم مهندس وقت 1 ساعت و نیم. آره معذرت میخوام، من الان سوال میکنم چون یه خسته نباشید، دیدم گفتم من به وقت شروع و پایان خیلی مقیدم، گفتم نکنه تا 4 بوده باشه. خب تو پابلیک چت میتونید دوستان بنویسید. آها خانم آیین افروز، بذارید من میکروفونتون روشن کنم. خانم آیین افروز بفرمایید. خب فکر میکنم خانم مشکل از نتشون باشه. آها 1 ساعت و نیم، بسیار عالی، بسیار عالی. میگم یکی از دوست عزیزمون فرموده خسته نباشید، گفتم شاید مدل دانشگاه الان دقیقا همین جوریه، وقتی میخوان بگن که برید دیگه یا تمومش کنید میگن خسته نباشید. خب بنابراین ما اینجا خوب دقت داشته باشید دوستان، سنجش عمل کرد فقط سنجیدن اونچه که دانش آموز یاد گرفته نیست، بلکه
سنجش برای یادگیری، یعنی ما در جلسه به اصطلاح آزمونمون که آزمون و آزمودنم نیست، یه چی یاد دانش آموز میدیم. چجوری؟ از اونجایی که من دارم میگم خدمت عزیزان، نمیگیم این سوال یک و نیم نمره داره، دو نمره داره، ما یه جدول داریم تو سنجش عمل کرد، میگیم که اینجا عمل کرد رو برای بچه مینویسیم، ستونی چیز رو مشخص میکنیم، نمره رو مشخص میکنیم و میگیم که اگر این کارا رو شما انجام بدید مثلا از 4 نمره 1 نمره میگیری. حالا دو تا معیار اضافش میکنیم، میگیم که حالا اگر این کار رو انجام بدید ما 2 نمره میدیم اگر این کار رو انجام. ببین بچه یاد میگیره، اگر بچه اون سوال رو اون مطلب رو نگرفته باشه ولی روندش رو میدونه چجوریه، نتونه هم اون سوال رو جواب بده، از این جلسه سنجش یاد میگیره. ببینید میگه سنجش عمل کرد چیزی نیست که فقط تو کلاس درس به درد بخوره، خارج از کلاس درس هم معنا پیدا، معنا داره، یعنی میتونه دانش آموز برای موفقیت خارج از کلاسش هم از اون عمل کرده استفاده کنه. در اینجا جنس مهارت ها و تکالیفی که در سنجش عمل کرد به کار میره عنوان شده. ببینید دوستان، مثلا اگر بینمون همکارای ارزشی مثلا علوم و حالا رشته های متفاوت باشن، متوجه میشیم که این بندگون خدا آزمایش هایی که طراحی میشه توسط شما، اینا همه عمل کردیه. حالا ببینید نکتهش اینه، یه وقت کتاب تحت عنوان یک فعالیت یه آزمایشی رو میذاره، خب این اگر ما بدیمش به دانش آموز، حالا زیاد خطرناک نباشه، حساس نباشه، ولی گروه بندی کنیم بدیم به دانش آموز، خودش فکر کنه، خودش انجام بده، پلن رو خودش بچینه، اینجا یعنی عمل کرده، کار کرده. ولی به محضی که این آزمایش انجام داد و یا تو کتاب گفته شد سوالاش پاسخ داده شد، دیگه ما باید آزمایش های دیگر رو طراحی کنیم تا بشه عمل کرده. چرا؟ چون او دیگه نتیجه کار میدونه، بعضا حفظشونه. پس وقتی دانش آموز نتیجه کار رو میدونه دیگه این فقط به یادآوری. پس بنابراین اگر دانش آموز مثلا میگم درباره حالا اون موضوعی که ما درس میدیم بیاد همه اطلاعات اون جلسه رو یک کاسه کنه، حالا میتونه خلاصه نویسی کنه، میتونه مثلا میگم حالا زیر مهماش هایلایت کنه، یا میتونه این مطالب رو به هم ربط بده و به طور خلاصه در چند لحظه ای که ما تایم میگیریم بیاد خلاصه جلسه رو بگه. اینا همش عمل کردیه. عمل کرد به این نیست که دقیقا شما یه تولید رو چشممون یه تولید ببینه تا بگیم بله این شد عمل کردی، و اگر غیر از این باشه که وسیله این وسط باشه من عمل کردی کار نکردم. نه، اگر دانش آموز شما بیاد یه سخنرانی رو داشته باشه برای جمع کلاسش یا برای جمع مدرسه یا هر چیز، این یعنی عمل کردی. چرا؟ چون برای این سخنرانی ایشون موضوعی رو باید انتخاب کنه، قالب سخنرانیش رو باید مشخص کنه و محتویات اون تو سخنرانی رو، در نهایت نتیجه گیری رو. کسی که واقعا اومد یه سخنرانی کرد که به ویژه سخنرانی های علمی، یعنی این داره عمل کردی کار میکنه. خیلی خوب، کسی در اینجا تفاوت سنجش عمل کرد و سنجش اثیر رو
میخواد بروی برامون بگه؟ خدایی اگر هر کی هر چی راجع به این میدونه دست بگیره بالا تا من میکروفون بهش بدم و صحبت کنه. دوستان خب کی میخواد صحبت کنه؟ هیچ که؟ خب ببینید دوستان، در اینجا ما میخوایم تفاوت قائل بشیم بین سنجش عملکرد و سنجش اصیل. تا وقتی که محیط واقعی برای ما پیش نیامده، یعنی ما تکالیف، بچه سوالهای عملکردی رو میگن تکلیف، همون سوالی که طراحی میکنیم اینجا میگن تکلیف طراحی کردیم. حتی این مصطلح هم هست که مثلا میگن، حالا والده میگن تکلیف امروز چیه، یعنی چه سوالاتی بالاخره داریم و یا چه موضوع مطالبی داری که انجام بدیم. میخوایم اینو بگیم که همه سنجش های اصیل عمل کردی میشن، ولی همه عمل کردی ها اصیل نمیشن. ببینید ما در سنجش عمل کرد، پایین ترین نوع سنجش عمل کرد سنجیه که با مداد و کاغذ در ارتباطه، ولی که نه به صورت نام ببرید. حالا ممکنه نام ببریدم در این قسمت باشه که بعد دانش رو من دارم اندازه گیری میکنم، ولی معمولا در سنجش عمل کرد میگیم توضیح دهید، دلیل بیارید، مقایسه کنید. ببینید اینا هم میتونه عمل کردی باشه، ولی سنجش اصیل، ببینید میدونید، حالا من این دوتا رو مقایسه کنم. وقتی که شما دانش آموزان رو میخواید، پیش از این که یه آتش سوزی اتفاق افتاده، بچه ها رو با اصولی که در اون حالا وضعیت بحرانی باید رعایت کنند آموزش میخواید بدید. مثلا میگم حالا یه مقداری حالا چوب بر یه درخت هرچی آتیش میزنید مراقبید که حالا پخش نشه، فلان نشه. این دارید عمل کردی بهشون یاد میدید که حالا مثلا اگر یه جای آتیش گرفت چگونه از مثلا میگم کپسول آتش نشانی استفاده کنه، چجوری خونسردیش رو حفظ کنه، چجوری با مثلا میگم اون مرکز آتش نشانی مرتبط بشه و در تماس باشه. اینا رو بهش یاد میدید، این میشه عمل کردی. ولی وقتی بچه در یه محیط واقعی آتیوزی اومد فعالیت کنه و واقع شد، اینو بهش میگیم سنجش اصیل. برای همین میگیم که اصیلا چون محیط کاملا واقعی عمل کردی میشن، ولی بعضی از عمل کردی که میگیم همون شامل سوالات مداد کاغذی هستن. ببینید دوستان، بعضی از این عمل کردی دیگه جنبه اصیل ندارن، بهش میگن شبه واقعی. پس بهش میگن بعضی از این عملکردها شبه واقعی هستن، ولی اگر تو محیط کاملا واقعی باشه اصیل میگیم. مثلا میگم آموزش رانندگی، اگر شما در ماشین آزمایشی باشید که حالا کرم بغل دستتون اون حالا آقا خانومی باشه که یاد میده و ماشین واقعی نباشه بدون دوتا گاز و کلاچ، این میشه عمل کردی. ولی وقتی که خودتون پشت ماشین میشینید واسه رانندگی دیگه میگن سنجش اصیل. خب ما در اینجا دوتا مطلب خیلی مهم داریم، تکالیف سنجش و رانمای توصیف عمل کرد رو داریم. ببینید و حالا من یکی برگردم عقب، این تکلیف سنجش در هر کتاب عمل کردی دیدید،
در واقع این تکلیف سنجش همون سوالات هست، این هم همون نمره گذاریه، نمره ای که شما بهش میدید. حالا برای که تو این 10 دقیقه من بتونم یه تکلیف سنجش و یه راهنمای توصیف عملکرد رو داشته باشم، گرچه این مطالبم مهمه، انواع مختلف خواستم بگم. بریم اون اسلاید آخر، یه تکلیف و یه روبریک یا نمره گذاری، ولی که اینجا این اسلاید رو داریم که انواع مختلف سنجش عمل کرد چی میتونه باشه. همین مداد کاغذی ها هم میتونه باشه، ولی در قالب مقایسه کنید و اینها. بعد ابزار، تکالیف ابزار محور، این بیشتر دبیرای فنی، حرف و فن و غیره، حتی ریاضی هم گفتم خدمتتون، استفاده از بنیان عقل پرگار و یا هر وسیله‌ای که شما حتی حالا به کمک میگیرید برای انجام کار، این ابزار محور میشه. تکالیف نمایش محور در قالب تکالیف تاریخی میتونه باشه که ایفای نقش به بچه ها میدید. در اینجا در موقعیت طبیعی، یعنی اینکه اگر که ما بتونیم بچه ها رو در یه فضایی که خودشون فکر نمی کنن ما داریم اونها رو سنجش می کنیم، یعنی یه مطلب گفتید به بچه ها، آموزش دادید، حالا در یه موقعیت دیگه، مثلا میگم بچه ها رو اردو میبریم، اردو یه حالا نیمروزه که ما میتونیم مثلا عمل کرده دانش آموزان رو رو مسائل حالا دروس عمومی خیلی قشنگ دنبال کنیم، مثلا میگم همون در کتاب هایی که مرتبط با تفکر و اینا میتونه باشه، ما مطالبی که به بچه ها آموزش میدیم در نهایت میتونیم در اون اردو یه سنجشی داشته باشیم، ببینیم مثلا میگم اگر دو تا دانش آموز اونجا دعوا کردن، احترام به هم نذاشتن، ما میتونیم این نتیجه رو بگیریم که در موقعیت طبیعی اینها رو سنجش کردیم، ولی این دو تا دانش آموز به اون اهدافی که این درس دنبال میکرده نرسیدن. بنابراین این اگر پیش بیاد موقعیت طبیعی، مثلا میگم حالا چه مثال ها زیاده، چراغ رانما رو وضعیت چراغ رانما یاد بچه ها میدیم مثلا میگم، ولی یه دفعه گذرمون به این میفته که یکی از بچه های کلاسمون داره از قرمز عبور میکنه، این میگن سنجش در موقعیت طبیعی، که چقدر جالبه. یعنی ما میخوایم ببینیم اون آموزش های ما واقعا نتیجه داده یا نه از بابت کیفیت. سنجش از طریق پروژه های طولانی مدت، مثلا همین پروژه هایی که به بچه ها میدیم، ببینید حالا ما مقاله مثال زدیم که یه پروژه طولانی مدت بیشتر برای خودمونه، میگم حالا روز درختکاری میشه، چقدر جالبه. مثلا میگم یه باغچه کوچولویی، از حالا اون موقع که کرونا نبود ما این کار تو مدارس میکردیم، یه تقریبا مثلا باغچه حالا کلی مدرسه رو میومدیم قسمت بندی میکردیم با یه لیبل، حالا مثلا یه چوب روش یه ورق میزدیم، مثلا 10 تجربی الف، 10 تجربی و یا حالا شما هفتم الف، هرچی. بعد این باغچه مال اینا بود، اینا روز 18 اسفند مهیا بود برای کشت، مثلا میگم حالا هر کلاس دوست داره گل درخت اینجاها بکاره، ببینید، و همچنین تا آخر سال مراقب باشه که این درخت جوانه هاش آسیب نبینه، آب بهشون بده و بالاخره کارهایی که نباشید اینا لگدمال نشن و غیره. این همیجور این پروژه دانش آموز
دنبال میکنه تا آخر و ما میتونیم سنجشش رو به این منوال داشته باشیم و سنجش با استفاده از شبیه سازی ها که گفتیم حالا میتونه مانور زلزله باشه، میتونه ادفاع حریق باشه و میتونه شبیه سازی برای هر رشته امکان داره که ما انجام بدیم. مثلا میگم من الان فضا مجازی بچه ها رو ندارم، میخوام همون مسئله دایره رو در فضای مجازی حل کنم، ولی دسترسی به تابلو دارم، پرگار بزرگ از این پرگار تابلویی ها هم دارم که با خودم به کلاس میبرم برای این که مثلا دایره روی تابلو بکشم. البته میشه با یه دونه حالا ماژیک و یه نخ پرگار کرد و دایره کشید، ولی که همینی که من این پرگار رو با این پرگار یه دایره واقعی میکشم، اون از این شبیه سازی میکنه که بره با پرگار خودش این کار رو انجام بده. یا حتی مثلا میگم توی طراحی دوختا میان یه پارچه خیلی ارزانی و یا در قطعای خیلی کوچک مدل‌های لباس‌های مختلف به دانش آموز یاد میدن و اون اینها رو تمرین میکنه که در سایز بزرگ وقتی یاد گرفت میره روی دوخته بزرگ. اینا همه شبیه سازیه و اون کوچولوات شبیه سازیه. خب من میبینم که داریم به پایان جلسه نزدیک میشیم و حالا من چندین بار دوست داشتم ببینید وقتی عنوان کارگاه حالا وبینار هرچی بهش میگید حالا شما، انشالله اگر توفیق داشتیم در جمع همکارای خوبمون در سعدآباد دفعه دیگه باشیم، انشاءالله صحبت کنید و تجربیاتتون رو بگید، چون ما در مناطقی که میریم واقعا اون موقع که حضوری میرفتیم دوستان همراهی میکردن بس رو این پربارتره، ولی حالا دوستان عزیز من در منطقه سعدآباد حالا یا خستشون بود و یا مقدمات شب یلدا، هرچی بالاخره ما رو بی نصیب گذاشتید. انشالله دفعه دیگه همراهی داشته باشید تا بتونیم از بحث انشالله نتیجه لازم رو بگیریم. خب یه چند لحظه اگر همکاری صحبتی داره، سوالی داره، در خدمت دوستان هستم. خب خانم افروز، خانم آیین افروز، خیلی خوب. دوستان کسی، آها بله بله، بفرمایید خانم آیین افروز. خانم آیین افروز، خدمت شما و همکاران محترم، در خدمتون هستم خانم دکتر. زنده باشید. ظاهرا ما به پایان تایمی که مصده اوقات عزیزانمون در منطقه سعدآباد شدیم رسیدیم و خواستم ببینم صحبت آخر اگر شما حالا یا دوستان صحبتی دارن، سوالی دارن مطرح بفرمایید، اگر نه چون من خیلی به این قول و قرارهای شروع و پایان جلسه مقیدم، اگر که میدونید صحبتی نیست
من بیشتر از این مصده اوقات شریف دوستان نشم، فقط این جلسه که با همت خانم مهندس ناصری خا و پژوهش سرای فکر میکنم ابوریحان بود در اون منطقه و همکاران خوبمون در آموزش پرورش سعدآباد که همراهی این جلسه رو کردن و مقدمات رو مهیا کردن. من مجدد تشکر میکنم خانم همچنین آیین افروز از نیروهای پرتوان سنجش هستند که انشاءالله با برگزاری این جلسات در اون منطقه ما بتونیم شاهد موفقیت های روزافزون سنجشی برای دوستان باشیم. ببینید این یه همت کلی میطلبه که من معلم جانم جانم بله این یه همت کلی میطلبه که انشاءالله هممون یه بازنگری به روش تدریس های خودمون داشته باشیم و انشاءالله من سعی میکنم کلیپ ها و مطالب سنجشی رو بذارم در گروهی که خود خانم آیین افروز به عنوان راهبر عزیز سنجش سعدآباد حضور دارن. اینا این خانم مطالب رو با شما به اشتراک بذارن تا انشاءالله بتونیم شاهد موفقیت دوستان در اون منطقه باشیم. خسته نباشید خانم دکتر، ما هم تشکر میکنیم از شما که وقت گذاشتین و اطلاعات خوبی در اختیار ما قرار دادید. زنده اگر دوستان باشید. سوالی دارن در خدمتشون. خانم آیین افروز، بعضی از رابران سنجش شهرستان ها و مناطق بوشهر به من پیام دادن، تو خصوصی به گوششون خورده بود که تو جلسه دیشبمون اعلام کردیم که خانم آیین افروز جلسه داره، گفتن که ماها هم میخوایم بیایم از منطقمون و همکارا هم بیان در این جلسه. من ترسیدم اونا ورود کنن و بالاخره وقتی ظرفیت تکمیل شد، چون شنیدم 100 تا دیگه جا برای دوستان سعدآبادی نباشه و خدای نکرده مورد موجب یه خورده دلخوری دوستان سعدآبادی باشه، من گفتم که این دم به آخری اومدم پوستر رو گذاشتم، ولی بهشون گفتم که شما به خاطر ظرفیت اسکایروم پژوهش سراشون نمیتونید استفاده کنید، علی ای حال در خدمتتون هستیم. انشالله جلسات بعدی ظرفیت رو افزایش میدیم، در خدمت دوستان هستیم. زنده باشید. کسی صحبتی نداره خانم آیین افروز؟ ندیدم داخل چت ها صحبتی سوالی داشته باشن. آها خب، خسته نباشید دوستان، شب زنده باشید، شب یلداییتون به خیر و خوشی باشه، انشالله همیشه سالم و سلامت در کنار خانواده های محترمتون باشید. باز هم مجدداً از تمام دستاندرکاران محترم که مقدمات این جلسه رو فراهم کردن که بنده حقیر در خدمت دوستان عزیزم باشم سپاس و تشکر می کنم. شما رو تا دیداری بعد به خدای بزرگ می سپارم. شب یلداییتون به خیر و خوبی باشه.